گزارش 700 صفحه‌ای که دیدبان حقوق بشر روز پنجشنبه منتشر کرده، وضعیت حقوق بشر در کشورهای مختلف جهان در سال 2022 رو به بررسی گرفته. در بخش ایران این گزارش مرگ مهسا امینی و سرکوب خشونت‌آمیز و مرگبار معترضین رو بررسی کرده توسط نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی. گفته شده در این گزارش که نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در این اعتراضات مسالمت‌آمیز از سلاح‌های گرم از جمله شاتگان، 7 تیر و همچنین تفنگ‌های جنگی علیه معترضین استفاده کردند. در این گزارش همچنین ذکر شده که تقریبا 350 معترض از جمله 52 کودک توسط جمهوری اسلامی به قتل رسیدند و کشته شدند. گرچه این آمار که توسط سازمان‌های دیگر حقوق بشری منتشر شده بیش از 500 نفر عنوان شده. در همین حال در این گزارش اشاره شده به بازداشت‌هایی که در 4 ماه گذشته انجام شده، از جمله اینکه 15,000 نفر از معترضین در ماه‌های گذشته توسط جمهوری اسلامی بازداشت شدند و در زندان‌های جمهوری اسلامی به سر می‌برند. گفته شده که این معترضین با دادگاه‌های ساختگی و غیر منصفانه مواجه هستند، با اعترافات اجباری که توسط خشونت و همچنین مجازات از این معترضین گرفته میشه. در بخش دیگری از گزارش دیدبان حقوق بشر به دسترسی اینترنت اشاره شده و اینکه چطور مردم ایران و معترضین دسترسی به اطلاعات آزاد رو ندارن. در بخش دیگری از این گزارش سالانه دیدبان حقوق بشر اشاره شده به اینکه چطور جمهوری اسلامی نقش منفی رو بازی کرده در موضوعات تغییرات اقلیمی و تعداد بخش زیادی از گازهای گلخانه‌ای در جهان رو جمهوری اسلامی تولید میکنه. اشاره شده به طرح حمایت از خانواده و طرح حمایت از جوانی جمعیت که در دوره ریاست ابراهیم رئیسی توسط مجلس تصویب شده و گفته شده که این قوانین حقوق بشری و حقوق زنان رو نقض میکنه. مدیر اجرایی دیدبان حقوق بشر خواستار این شده که جامعه جهانی همونطور که در موضوع جنگ اوکراین با هم متحد شدن، در موضوع حفاظت از حقوق بشر در سراسر جهان با هم متحد بشن و از حقوق بشر در سراسر جهان محافظت بکنن. یک موضوع دیگه هم که باید حتما اشاره بکنم، در این گزارش اشاره شده که 109 نفر از بازداشتی هایی که توسط جمهوری اسلامی بازداشت شدن معترضین در خطر اعدام هستند و هر لحظه امکان داره توسط جمهوری اسلامی اعدام بشن. ولی باز هم این ارقام توسط دیگر سازمان‌های حقوق بشری بیشتر هم عنوان شده. به هر حال گزارش تکان دهنده ای هست و از جامعه جهانی خواسته شده که هر چه زودتر اقدامی برای حفاظت از حقوق بشر در سراسر جهان مخصوصا ایران و افغانستان انجام بدن. مریم رحمتی، مقابل دفتر مرکزی دیدبان حقوق بشر، نیویورک.